حتی این ها رو نگاه کنید مثل این یا مثل این اینا تا زوب شدن دلیل این مشکل چی میتونه باشه که فیوز دائما و پسود پی در پی میسوزه و حتی به این شکل هم زوب میشه سلام خوش اومد به کانال مهندسی با من اگر اولین باره که این ویدیو رو میبینی من در مورد مشکلات خود رو و و پاسخ هایی که برات پیش میاد ویدیو درست میکنن بعد بدون مطلی بریم سراغ بحثمون بعد یکی از اون مشلات ای که برای شما پیش میاد سوختن پی در پی این فیوز هاست. حالا این فیوزا در واقع در آمپر های مختلفی ساخته میشن مثل را با هاشون هم مشخصن همونطور که خودت هم میدونید حالا این سی آمپره این ده آمپره حالا هستن اینم فکر کنم 20 آمپره بله با توجه به این رنج هایی که ساخته میشن و شکل های متفاوت که این شکلش در واقع داخلش دیده میشه و اینا از بالا باید بهش نگاه کنید که اگر سوخته باشه تعویزش کنید حالا اینا در واقع بچه ها توی بعضی مواقع خود به خود و بسیارت پی در پی دوچار سوختگی میشن و خراب میشن و باعث میشن شما توی دردسر بیفتید حالا من میخوام یه توضیح کلی در مورد نحوه عملکرد فیوزا بهتون بگم که فیوزا چی هستن و چه نقشی توی خود رو ایفا میکنن فیوز فیوزا به عنوان یک قطعه پیشمرج عمل میکنن به این صورت که اگه اون مقدار بیشتر از اون آمپر فیوز باشه اگه ازش رده بشه فیوز عمل میکنه و میسوزه و باعث میشه خودروتون برق خودروتون دچار آسیب نشه چه خیلی گته مهمیه که بعضی ها میان به صورت خودسرانه وقتی میبینن که این فیوز میسوزه میان به صورت خودسرانه این رو آمپرش رو افزایش میدن مثلا ده رو میکنن 20 20 رو میکنن سی که فیوز نسوزه ولی کار رو خرابتر میکنن که باعث میشه که مثل اینا و این و این ببینید این زوب بشه و حتی زای فیوز هم زوب میشه توی بعض مواقع خودش نمیسوزه و باعث میشه که در واقع سیمکشی اتومبیلتون دچار آسیب جدی بشه که هیچ وقت در واقع این کار انجام ندید که بیاید این فیوز رو به صورت خودسرانه اون آمپرش رو افزایش بدید بچه حالا چه دلایل باعث میشه که فیوز خودره ما بسوزه و باعث میشه پی در پی فیوز رو عوض کنید بچه اولین مورد که باعث سوختن پی در پی و مشکل در فیوز میشه خرید فیوز بیکیفیته خب همونطور که میدونید قطعات تقلبی توی بازار زیاد شدن و فیوز هم جزو اون قطعات تقلبی هم محسوب میشن که چون یه قطعه کوچیکی، اکثرا میان برایت تولیدش میکنن و بعضی حتی یا نازک هستن خیلی که زیاد زود میسوزن و بعضی انقدر کلاف میکنن اون فلز داخلش رو که اصلا نمیسوزه و باعث زوب شدن میشه پس از یه جای معتبر حتما این قطعات رو خریداری کنید تا با مشکل موازه نشید مورد بعدی که باعث سوختن فیوز خود رو میشه اتصال ادوات برگی خارجی به خود روتونه مثلا توی اضافه نکی در واقع پمپ باد وصل میکنید یا اینکه تجهیزات مثل در واقع پروژکتور ها یا نورهای اضافی رو روی خود رو نصب میکنید و باعث میشه چه فشار بیشتری به سیستم برق خود رو وارد بشه حتی مورد بعدی هم خراب شدن دینام خودروتون مثل بقیه قطعات خودرو که وظیفه در واقع تولید برق خودرو رو برعهده داره دستار خرابی میشه ممکنه اون سیم یا قطعات دیگه دستار خرابی بشن و باعث بشن تولید برق در واقع با نوسان انجام بشه و باتری به خوبی شارژ نشه و باعث میشه که اون جریان و آمپر مورد نیاز سیستم با نوسان همراه بشه که دوباره میاد این فیوز ها دوچار سوختگی میشه حتی مورد دیگه که بیشتر شایع در واقع اتصالی سیستم برق خودروتونه که ممکنه سیمکشی خودروتون دوچار اتصالی بشه که در واقع اونم دلیلش اینه که سیم ها در اثر عوامل مختلفی طی سالیانی که کار میکنن دوتار پوسیدگی میشن که بعضی از سیما گفتم زیر ماشین رد میشه اینا بیشتر در معرض خرابی قرار دارن که ممکنه جل آب این دو چیزا به در واقع سیم ها برخورد کنه و اون سیم ها لخت بشن و باعث بشن که سیم کشی دوچار اتصالی بشه دوباره این فیوز ها یا بسوزن یا آب بشن مثل اینا باید یه برکار ماهر برید و اون سیمکشی های معیوب تعویض بشن تا مشکل سوختن پی در پی فیوز براتون پیش نیاد حتی مورد بعدی هم وارد آوردن فشار اضافی به سیستم برق خودروتونه خب بعضی از دوستان میان سیستم صوتی خفن میبندن روی ماشینشون که برگ زیادی رو مصرف میکنه و باعث میشن که یا اینکه اصلا میان یه چراغای قوی رو روی خودرو نصب میکنن که اگه اون سیستم درست نباشه باعث میشه که فشار زیادی به سیستم برق خودتون وارد بشه و نوسان توی برق خود رو ایجاد بشه بعد یه نکته مهمی که حتما باید رعایتش کنید که بیشتر توی این قسمت مشکل پیش میاد لامپ های خود رو تونن. اون لامپ که کارخانه به صورت استاندارد اونا رو توصیه کرده و روی خودتون رو بسته همیشه موقع تعویز از همون مدل لامپ استفاده کنید که اکثرا میان یه لامپ های قوی تر روی خود رو میندازن و باعث میشه فیوز خود به صورت پی در پی در واقع بسوزه و آب بشه این مهمترین در واقع دلیل سوختن پی در پی فیوز محسوب میشه بعد به طور کلی فیوز ها نقش مهمی توی خودتون ایفا میکنن و به عنوان یه پیشمرج عمل میکنن و باعث میشن که سیستم برق خودتون در امام بمونه بچه امیدوارم از این ویدیو بهره کافی رو برده باش من دو تا ویدیو این پایین قرار میدم هر کدومو که دلتون خواست برید نگاه کنید فعلا تا ویدیو بعدی